عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. خیلی ممنونم که روایت نو رو تماشا میکنید از ایران فردا. باز هم با روایت نوع دیگری در خدمت شما هستیم و قصد داریم یکی از اتفاقات بسیار مهم این روزهای دنیا رو با هم بررسی کنیم، اتفاقی که در قالب شورش‌ها و انقلاب‌های مختلف در این یکی دو ماه داره مثل قارچ در کشورهای مختلف ثبت میشه. بعضی از اینها مثل بنگلادش به ثمر نشسته، کشور دست یه سری آدم افتاده که روستا به روستا میگردن و هندوها رو میکشن، کشور رو دارن تخریب میکنن و خیلی ما رو یاد روزهای شورش 57 میندازن. و در بعضی از کشورهای دیگه هنوز به انقلاب تبدیل نشده ولی جمعیت زیادی مسلمان خشمگین رو میبینیم که مثلا در انگلستان به سطح شهرها ریختن و در حال آتش زدن خودروها و غیره هستند. مردم عصبانی که به مقابله با اینها پرداختند و رستوران‌های مسلمان‌ها رو آتش می‌زنند، مساجد رو به آتش می‌کشند و غیره. تقابل ملت با ملت شده و پلیس و ارتش هم وسط فعلا بیشتر طرف مسلمان‌هاست تا طرف مردم عادی باشه و از مردم عادی به عنوان فاشیسم تندروی جناح راست یاد می‌کنه. امروز می‌خوام یه سری از این مسائل رو با دوست عزیز و نازنین بررسی کنیم، کسی که اعتقاد داره همه این اتفاقات اتفاقاتی که از قبل براش برنامه‌ریزی شده، سرمایه گذاری شده، نیروی انسانی گسیل داده شده و امروز تقریبا داره این سرمایه گذاری ها به نتیجه میرسه. امروز هم در خدمت جناب آقای علی مهدوی خرمی از واشنگتن هستیم، کسی که خیلی دور نیست از این اتفاق و مدت زمانی رو هم در جمهوری اسلامی در روزهای آغازین در کنار مهره‌های بسیار بسیار عالی رتبه جمهوری اسلامی بوده و به محض اینکه متوجه اتفاقات پیرامون خودش میشه از همون زمان شروع میکنه با جمهوری اسلامی مبارزه کردن و سعی میکنه در سنگری خارج از جمهوری اسلامی به مبارزه و افشای اتفاقات اونها برمیاد. این برنامه رو از دست ندید، قطعا میتونه اطلاعات زیادی رو به اطلاعاتتون اضافه کنه. خب عرض درود ادب دارم خدمت جناب آقای علی مهدوی خرمی، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتین، در خدمتون هستم. با درود و ادای احترام به شما و بینندگان عزیزتون و سپاسگزاری از این که باز هم این شانس رو به من دادین که در خدمت شما تو برنامه‌تون باشم. آقای مهدوی، خیلی جهان به آشوب کشیده شده، این اتفاقاتی که داریم میبینیم شاید یه سال پیش دو سال پیش تمامتش اینجوری فکر نمیکردیم. در خیلی جا مردم زله شدن، ریختن کف خیابون، دارن سعی میکنن به دولت بفهمونن که آقا این روندی که پیش گرفتی، اینجوری که مرزها واضح دارن میان، ما از زندگی سابقمون چیزی نمیبینیم، رنگ زندگی عوض شده، فرهنگ دستخوش تغییرات بزرگی شده که هیچ موقع در بدترین رویای نیمه شب زمستون هم نمیدیدیم که خیابون رو ببندن، نماز جماعت اینجوری بخونن که دو سه ساعت ترافیک مختل بشه. نمودهایی که در سطح جامعه داره از اینها دیده میشه بسیار بسیار سخته. کی فکرشون کرد یک روزی همچین اتفاقاتی در مهد تمدن غرب بیفته، آدم های بیان با چه میدونم پوشیه و غیره و کلن فضای فرهنگی شهر و کشور رو تغییر بدن؟ این اتفاقات برنامه ریزی شده بوده، درسته؟ جوابتون در یک کلمه بله است. ما در مباحث گذشته سعی کردیم به این موضوعات بپردازیم، به این بپردازیم که چطور یک تشکیلاتی به مرور تبدیل شد به مافیای شرق و ما مافیای شرق ازش اسم میبریم چون فقط اینها توسط یک تشکیلاتی به نام مثل اخوان المسلمین رقم نمیخوره. اینها تشکیلات متعددی هستند که زیر یک چتر قرار دارند که از قضای روزگار این چتر چین و شوروی رو هم در بر گرفته، چون این مافیا منافعش با چین و شوروی تلاقی پیدا کرده، اون تفکر به شدت ضد غربی اینجا تجلی پیدا کرده و اینا رو کنار هم قرار داده. این مافیا با تکیه بر در واقع برداشت و تفسیر ایدئولوژی که خود از اسلام و جوامع اسلامی یعنی دارالاسلام و ساکنان مسلمان این سرزمین ها رو تنها امتی میدونه که صلاحیت اونو دارن تا برای نجات جهان، یعنی
غیر از کشورهای اسلامی و بقیه جهان دارالحرب ازشون یاد میکنه، بتونن برای نجات اونها قیام بکنن و از هر نوع جهاد فرنگی اقتصادی تا جهاد فیزیکی اقدام بکنن برای نجات اونها. در واقع این جهاد همه جانبه است و هر جا هر چیزی رو اقتضا بکنه، این در واقع مسلمان ها که خلیفت الله تلقی میشن از نگاه رهبران این جریان، موظفن که وارد بشن به این بحث و بتونن در واقع انسانها رو نجات بدن و به زور ببرنشون بهشت. همینطور ما اشاره کردیم که این مافیا برای دستیابی به هدفش هیچ ابزاری در واقع به کارگیری هیچ ابزاری ممنوع نیست، یعنی هدف وسیله رو کاملا توجیه میکنه. برای همینه که تو مسیر برنامه های این مافیا بسیاری چیزهای زشت و پلید از قتل و غارت و جنایت و همین هایی که شما امروز دارید میبینید مثلا در بعضی جا داره امروز اتفاق میفته استفاده میکنن از این ابزارها. و این مافیا برای اینکه بتونه پرش بکنه، برای اینکه بتونه در واقع اون هدف به هدفش دست پیدا بکنه، یک سکو و یک پایگاه میخواست. یعنی همیشه اون کسی که تدوینگر اصلی برنامه این مافیا است، یعنی سید قطب، به روشنی میگه که ایجاد یک پایگاه خیلی مهم و ضروری است و دست بر قضا اون کسی که امروز رهبری در واقع مرکز تلاقی همه قدرت ها تو کشور ماست، کسی که خودش رو مرید و شاگرد سید قطب میدونه، اندیشه های اون رو کاملا قبول داره. اجازه بدید یه چیزی رو، یه بخشی رو براتون بخونم از کتابی که خامنه ای ترجمه کرده است، کتاب سید قطب. به نام این، اسم این کتاب است آینده در قلمرو اسلام. میگه خامنه ای داره حالا میگه مرحوم سید قطب در یکی از نوشته هایش حرفی دارد که من از 40 سال قبل یا شاید بیشتر که این حرف را دیدم دائما در ذهن من هست. خامنه ای میگه او طرفداران و دایان اسلام به جای این همه سخنرانی، اداره این همه مسجد، یک کار برای ترویج اسلام بکنند که آن کار از همه این کارها تأثیرش بیشتر است و آن این که در گوشه ای از دنیا ولو در یک جزیره دورافتاده ای یک حکومت اسلامی. چی داره میگه خامنه ای؟ از قول سید قطب داره میگه مهمتر از همه اینها اینه که در یک گوشه ولو در یک جزیره دور افتاده یک حکومت اسلامی تشکیل بدن. یه پرانتز میخوام وا کنم. خاطرتون هست ما گفتیم که اینها، این مافیا سربازگیری میکنن و از کشور ما موفق شدن سربازگیری بکنن در سطح بسیار وسیع، سربازگیری در فرمهای مختلف، هم شیک و کراواتی، هم لاتلوت، هم آخوند و غیره. خاطرتون هست و مطمئنم در خاطر بینندگان عزیز باید باشه که مجاهدین انقلاب اسلامی که در واقع بنیانگذاران مجاهدین اسلامی همون سربازهای هستن که توسط همین مافیا جذب شدن و آموزش دیدن، آموزش ایدئولوژیک. اولین هدفشون رو از تشکیل مجاهدین انقلاب اسلامی چی میگن؟ ببینید یک بار دیگه اشاره میکنم. سید قطب میگه به جای سخنرانی و اداره مسجد و غیر و ذالک در یک جای ولو در یک جای دور افتاده یک حکومت اسلامی تشکیل بدن. مجاهدین انقلاب اسلامی هدف از تشکیل خودشون رو، اولین هدفشون رو میگن تشکیل حکومت اسلامی. خب این که عرض میکنم سربازگیری کردن و آموزش دادن یعنی همین،
یعنی همین، این نمونه عینیش دیگه. سید قطب خامنه ای داره از قول سید قطب میگه تشکیل حکومت اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی که 45 ساله کشور رو در انحصار خودشون دارن، که حالا مثلا همین دولت پزشکیان قابل بحثه دیگه، دعوایی که دارن میکنن برای که بگیرن در باز در انحصار خودشون، همین گروه هدف اولین هدف از تشکیلشون رو میگن تشکیل حکومت اسلامی. حالا برحال خامنه ای از قول سید قطب ادامه میده، میگه نفس تشکیل یک حکومت اسلامی در گوشه از این دنیای بزرگ اثرش از هزاران کتاب، هزاران سخنرانی، هزاران مطلب نکته‌دار و ترویج دین بیشتر است. و خامنه ای ادامه میده، سید قطب درست گفت. اینجا حرف خودش رو داره میزنه، میگه سید قطب درست گفت، از هزاران کتاب اثر این نظامی که بر اساس اسلام به وجود آمده بیشتر است. من میخوام یه پرانتزی باز کنم اینجا، پرانتز دوم. پس پرانتز اول این بود که تشکیل حکومت اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی که در واقع این کشور رو به عنوان سربازان اون مافیا در دست دارن، هدف اولشون رو میگن تشکیل حکومت اسلامی. حالا پرانتز دوم، خامنه ای قبل از همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر چی گفت؟ گفت امیدوارم رئیس جمهور مناسبی برای کشور یا مردم تعیین شود. نگفت انتخاب بشه، گفت تعیین بشه. غریبه به مضمون. حالا من عیناً جمله‌ش رو نرفتم سرچ بکنم. برای همینه که شما میبینید متولیان ایدئولوژی که این همین مافیا در داخل دارن همین رو تبلیغ میکنن. امروز حالا اون نمونه های قبلیش انجمن حجتی و غیره بود. معذرت میخوام، امروز سربازان ایدئولوژی که همین مافیا کیان، چه به پایداری در قالب این. حالا من دانشگاه امام صادق هم تو همین مسیر میدونم، ولی بران جبه پایداری. شما نگاه میکنید هیچ حقی از انتخاب برای مردم قائل نیستند. مصباح که مصباحیون خودشو پیرو مصباح یزدی میدونن، میگه مردم مگه حق دارن انتخاب بکنن که بعد بتونن برن سوال بکنن از رهبر؟ بعد حالا راه دور نرم، خامنه خودش در تعریف از مستضعفین میگه مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند بود. خب کسی که خودشو خلیفت الله میدونه و خودشو وارث زمین نمیگه یک سرزمین، یک منطقه، یک کشور، وارث زمین و همه موجودی زمین، دقیقا میگه زمین و همه موجودی زمین خواهند بود. کسی که بالقوه صاحب وراثت عالم است، بالقوه خلیفت الله در زمین، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت است. این کلمات خیلی معنا داره، بار معناش خیلی بالاست. پس این اندیشه حقی برای مردم قائل نمیشه. خودش کسی که خودشو خلیفت الله، وارث، نمیدونم صاحب و امام بالقوه عالم بشریت میدونه. خب این کلمات بی جهت نبود که به خمینی از روز اول گفتن رهبر مسلمانان جهان. بی جهت نیست که طالبان به رهبر خودشون میگن امیرالمومنین. اینا با همش بار معنا داره دیگه، چون ریشش از یک تفکر میاد. پس او که خلیفت الله و وارث زمین و زمان و همه این هاست، حق داره تصمیم بگیره راجب امت. امت هم حقی نداره به عنوان انتخاب یا به عنوان اینکه سوال بکنه یا این مباحث. برای همینه که شما میبینید به صراحت تو چش همه نگاه میکنن اینا و میگن که مثلا رهبر چرا باید جواب بده.
بر اساس همین تفکر که حفظ حکومت اسلامی از جان امام زمان واجب تر میشه. خب بر اساس همین تفکر، البته یک توجیه در واقع عدالت هم میارن کنارش دیگه، برای همینه که شما میبینید این مافیا در همه جا به طور گسترده و همه جانبه سرمایه گذاری میکنه، از جمله در همین جامعه امریکا. خب شما ملاحظه بکنید، ببینید که در جلسه قبل اشاره کردیم به تعداد کسانی که به عنوان در واقع مسلمانان تونستن تعدادی 80 اندی کرسی در مجالس ایالتی و در واقع مجلس قانونگذاری آمریکا House of Representatives بذارن، بعد شما میبینید یه دفعه یک کسی پیدا میشه به نام والز و از حزب دموکرات، اون 83 نفر ما گفتیم که اینا همه جزء حزب دموکرات هن، انتخاب میشه به عنوان معاون اول. والز کیه؟ کسیه که در جامعه سومالیایی مسلمانان افراطی ذوب شده، حامی سرسخت کسانی مثل الهان عمره. جامعه الامه یعنی مرکز اسلامی که قانون شریعت نزدیک به عقاید داعش رو تدریس میکنه، این در اون جا عضو در واقع اون جامعه است. تیم والز همچنین با مرکز اسلامی دارالفروق که به گزارش FBI برای جذب نیرو در داعش و از شباب نیرو جذب میکنه، چون این مراکز اسلامی مراکزی هست که سومالیایی ها در واقع ادارش میکنن، همکاری تنگاتنگ داره. FBI میگه مینیاپولیس پایتخت سازماندهی گروه های تروریست است. امام جماعت دارالفروق ولید ادریس میگه مسلمانان، ببینید تو آمریکا، توی ایالت آمریکا، نباید در دادگاهی که بر اساس کتابی جز قرآن سوگند میخورند و قوانین شریعت در آنها جاری است حاضر شوند. حالا این آدم میاد و انتخاب میشه به عنوان معاون اول رئیس جمهور. این که ما میگیم مافیا دامنشو همه جا پراکنده. بله، الان حالا در مورد ایلهان عمر صحبت کردید، انتخابات مقدماتی تونست با هر زور و زحمتی بود با اختلاف کمی تونست انتخابات مقدماتی رای بیاره و حالا باید ببینیم در انتخابات عمومی میتونه صندلی خودش رو حفظ کنه یا نه. خوشبختانه یه سری از جایگیری های اینا در رابطه با جنگ غزه و اسرائیل تونست از محبوبیتشون کم بکنه. ایلهان عمر که حالا خودش هزار یک داستان هم داره دیگه، کسی که برای اینکه برادرش رو بتونه گرین کارت بگیره با برادرش به صورت سوری ازدواج کرد که بتونه بیارتش آمریکا و کلن شناسنامه این آدم ها رو نگاه میکنی مثل بقیه برادران مسلمان در بقیه جای دنیا معمولا گذشته تاریک و پر از فسادی دارن. والز هم قطعا دور از این نیست، یواش یواش داره اتفاقاتش میاد بیرون. جزء این اتفاقاتی که اینا دارن میبرن و مهرهای خودشون رو در قدرت میذارن یه طرف داستانه، ولی جالبه که بعضی جاها وقتی میبینن که مهره ای رو دارن که حالا خیلی ارزشمندم بوده، ولی به محض اینکه میبینن دیگه فایده نداره، هفته قبلی صحبت کردم مثلا هنیه که بلافاصله میان حذفش میکنن. این حذف کردن هنیه داستانش همچنان یه نقطه‌های کوری برای خودش داره و فکر میکنم تبعاتش هم همچنان ادامه داشته باشه، یعنی علارغم اینکه یه ختم با شکوه هم گرفتن که ببندن، من فکر میکنم که حالا این سوال‌ها در ذهن مردم باشه که آقا چی شد که این شد. درسته؟ بله. ببینید در مسیر، ما این رو چند بار تاکید کردیم، این مافیا برای رسیدن به هدفش از هر ابزاری استفاده میکنه، یعنی برای اینکه سرباز خودش رو وارد یک جامعه بکنه هیچ اشکالی نداره برادر با خواهر مثلا ازدواج بکنه، حالا سوری، حتی اتفاقی هم بینش لازم بشه یه جایی بخوامن کنار با هم، اصلا هیچ چیزی ممنوع نیست در مسیر اهداف این مافیا. یک مسئله، البته با توجه به اینکه بحث ما کلی است، اما میخوام من به عنوان مصداق یه مثال براتون مثال بزنم. اینجا میگه که ببینید، خب میگن 40 یک حرکت مقدس است و چنان است و فلان. رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی میگه
سارقان سابقه دار هم میتوانند به پیاده روی 40 نظام شوند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. ببینید علی‌رغم این که بعد از قول بالاخره همیه حذف شد و افراد با صلاحیتی بودن تو حماس که بتونن رهبری این سازمان رو به عهده بگیرن، مثل ابو عمر حسن، این آدم های توانمندی بودن. اما خامنه ای چی گفت؟ درست در لحظه ای که حماس در مرحله تصمیم گیری بود، خامنه ای اومد گفت که عملیات 7 اکتبر نیاز منطقه بود و در زمان صحیح خودش اتفاق افتاد. در واقع یه جوری یه اعتباری داد به این آقای یحیی زنوار که فرمانده عملیات بود. پس در واقع حماس رو در گوشه قرار داد که چاره ای نداشتن به جز یحیی زنوار کسی دیگر انتخاب بکنن، چون یحیی زنوار بعد از 7 اکتبر واقعیت این بود که در میان مسلمانان تندرو و عرب به هر حال یه اعتباری پیدا کرده بود. از همه مهمتر این که به ایران خیلی نزدیک بود و ایران نقش کلیدی داره بازی میکنه. به هر حال یحیی زنوار انتخاب شد. بلافاصله ما میبینیم گروه عزالدین قسام که در واقع عملیات 7 اکتبر رو اونها انجام دادن باش بیعت میکنن بلافاصله، و 3 کشور از در واقع انتخاب یحیی زنوار خوشحال شدن. اولیش اسرائیل بود. خاطرتون هست مقامات اسرائیل قبلا هم گفتن خدمتی که احمدی نژاد به ما کرد هیچکی نکرد. درست در مقطعی که در به خاطر حمله به حماس، به حمله به غزه، اسرائیل در فشار بین المللی بود، این ماجرای موشک پراکنی پیش اومد و دوباره همه رفتن پشت اسرائیل. شبی که قرار بود در واقع اسرائیل اون پایین غزه رو، رفح رو پاک بکنه، هلیکوپتر ابراهیم رئیسی افتاد، همه توجه رفت رو اونجا. خدمتی که یحیی زنوار به اسرائیل کرد با عملیات 7 اکتبر که در واقع این امکانو به اسرائیل داد تا تکلیف غزه و تمام مخازن گازی که در سواحل غزه در واقع کشف شده یکسره بکنه اسرائیل. دومین احمدی نژاد چی بود؟ اسم احمدی نژاد آوردید شما. احمدی نژاد خاطرتون اومد هولوکاست رو مطرح کرد دیگه. بحث هولوکاست رو مطرح کرد. که خب اسرائیلی خودشون گفتن خدمت بزرگی به ما کرد با ترمون بعد. دومی کشوری که از انتخاب یحیی زنوار خوشحال شد مصر بود. ببینید مصر السیسی پایگاه حماس اخوان المسلمینه، ولی اخوان هم قبلا هم گفتیم که این مافیا یک پارچه نیست، که در درون خودش هم قسمت‌های متفاوت داره. السیسی میخواد حماس اخوانی باشه که با السیسی هماهنگه. نمیخواد حماس در دست اخوانی باشه که با السیسی هماهنگ نیست و در تعارض با السیسیه. اخوانی که سادات رو ترور کرد، ناصر رو میخواست ترور بکنه و قسل آزا. بعد مصر هم توی این ماجرا دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشه. ببینید امریکا رفت اونجا یه دوتا بندر درست کرد برای مورد اضطراری. حالا ما کاری نداریم که اصل ساخت این بندرها برای چی بوده. نیروی دریایی مصر رسما رفت این بندرها رو خراب کرد، تخریب کرد و گفت بندر عریش ما هست، چرا میخواید بندر درست کنید؟ شما رقیب برای بندر ما نمیخواد درست بکنید. مدت همین بندر بندر متحرکیه که 320 میلیون دلار هزینه شد، این که بالا با جزرومت و اینا گفتن تخریب شده که نه خیر، نیروی دریایی مصر تخریب کرد اونجا رو رسما آگاهانه تو روز روشن.
باستاب خبریش این نبود و باستاب خبریش این بودش که محکم نبسته بودن و باد کنده این بندر رو آورده سمت ساحل، یه کشتی هم رفته بود کشتی آمریکایی که اینو بکشه دوباره بیاره سمت آب که اونم به گل نشسته. شما میگید پس کار نیروی دریایی مصر بوده. بله ببینید، برای اینکه در چند کیلومتری بسیار فاصله کوتاهی بندر عریش مصر است. خب مصر میگه اینجا بندر تثبیت شده نمیدونم درست حسابی وجود داره. اون بندری هم که امریکا درست کرد برای اهداف دیگه بود، کمک به غزه. آره. الان مورد بحث آره ولی یه چیزی اینجا یه مشکلی وجود داره. من اجازه بدید مخالفت کنم به خاطر اینکه مسئله بندر مصر بحثش سر اینه که ورود کالا از مصر به غزه مشکل ساز بودش. برای همینه که یه بندر زدن که در خود غزه جنسا بیاد، چون حالا میگفتن اسرائیل اون چک پوینت هایی که بالا گذاشته هم سرعت خیلی پایینه، هم نگرانی از اینه که نکنه لابلای اینا اصلا و غیره ارسال بشه. برای همین خیلی میگفتن قطر چکانی داره وارد میشه. برای همین آمریکا اومد خب ما در شمال غزه مستقیما همونجا وارد میکنیم. این داستانش گویا به این صورت بوده. حالا من نمیدونم برآورد شما چیه. بعد بحث جنوب غزه نیست، الان بحث شمال غزه است. این نقطه مرزی که شما در مورد مصر میگید، مصر در جنوب غزه است. اون بندر در شمال غزه بوده که از اونجا آمریکا میخواست مواد غذایی غیره رو به شمال غزه وارد بکنه. 12 کیلومتر فاصله داره. خب مصر معتقده به دلیل اینکه مرز 13 کیلومتری داره مصر با غزه، مصر معتقده تمام عملیات و امکانات باید از اونجا انجام بشه برای اینکه مصر درآمد خواهد داشت از این مسیر. اون بندرم برای چیز دیگه امریکایی‌ها ساختن. عرض کردم الان این تو این نکته تو این مقطع جاش نیست راجع به اون صحبت بکنیم، حالا در جای خودش راجع به این صحبت خواهیم کرد. ولی به هر حال مصر میبینید که منافع برد، اومد غیر از این که حماس رو برد طرف خودش، منافع اقتصادی و سیاسی خودش رو تامین کرد، دست قطر و ترکیه رو از حماس قطع کرد. برای همینه که بلافاصله شما میبینید که امیر قطر بودو بودو پا میشه میره ترکیه که با اردوغان بشینن ببینن حالا چه گلی باید به سرمون بگیریم و چه کار باید بکنیم. و در واقع تعبیر رسانه هم این بود که سفر غیر منتظره امیر قطر به ترکیه. اما سومین کشوری که از حذف هنیه بسیار خوشحال شد جمهوری اسلامی ایران بود. اولا شما دیدید به صورت ذوق زده به یحیی سنوار تبریک فرستادن و در واقع بعدم نماینده ایران در سازمان ملل باز با هیجان گفت که هر توافقی رو که حماس بپذیره ما هم میپذیریم. خب شما چرا قبلا این حرف رو نمیزدید؟ امروز که یحیی سنوار دبیر کل حماس هست حالا دارید میگید هر حرفی رو حماس بزنه ما هم میپذیریم. حالتا تمام قدرت رو دوست دارن که قبلن... اون کسی رهبر بشه اونجا که ارتباطات عمیق‌تری با خودشون داره دیگه. من فکر می‌کنم که قاعدتا اگه مصر می‌خواست انتخاب کنه کس دیگر انتخاب می‌کنه. حالا جمهوری اسلامی اینجا سنبش پرزورتر بوده، تونسته اون کسی رو اونور به عنوان رهبر بگه انتخاب بکنن که رابطه و ارتباط عمیق‌تری با خود جمهوری اسلامی داره. بله. بعد نماینده ایران تو سازمان ملل میگه امنیت و حاکمیت امنیت و حاکمیت ملی ما در اقدام تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی نقض شده است. ما حق دفاع مشروع داریم و این ارتباطی با آتش بس غزه ندارد. اما امیدواریم پاسخ ما در زمان و به گونه‌ای صورت گیرد که لطمه‌ای با آتش بس غزه نزند. اون در ادامهش میگه برقراری آتش بس پایدار در غزه اولویت ماست. هر توافقی که حماس بپذیرد ما میپذیریم. بعد در اداره هم میگن که خب شما با خبرنگار میپرسه در رابطه با امریکا باید این هماهنگی رو بکنید. میگه کانالای رسمی مستقیم و واسطه‌ای برای انتقال پیام همیشه میان جمهوری اسلامی و امریکا وجود داشته است. ما هم همیشه گفتیم همیشه بوده، دروغ میگن اینا. ترجیح طرفین این است که جزئیات آن مسکوت بماند. خب بعدم کار به جایی میرسه که اخباری که درس کرده از مذاکرات پشت پرده نشون میده که ایران به طور ضمنی پذیرفته که در ازای
پایان دادن اسرائیل به جنگ در غزه و عقب نشینی نیروهای آن از محور فیلادلفی، یعنی محور صلاح الدین، همون مرز بین مصر و در واقع غزه، دست از انتقام بکشد. در همین شرایط یه دفعه آقای جو بایدن هم در میان میگن که امیدوارم، انتظار دارم آتش بس در غزه مانع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل شود. یعنی همه اینا وقتی کنار هم میذارید میبینید تکمیل میکنه. به این ترتیب هم حماس و یحیی سنوار حفظ میشه، هم ایران تبدیل میشه به قهرمان در مقابل عربستان و غیره، در مقابل در واقع مسلمان ها یه جستی میگیره در جوامع عرب، هم دیگه کسی از هنیه نمیپرسه. میگن که به یکی گفتن آقا شما چه چیزی باعث شد معتاد بشی؟ گفت آقا امان از رفیق بعد، البته زغال خوبم بی تأثیر نبود. آقای مهتوی، یه مسئله این وسط توی معادلات هست دیگه. همه اینها بر پایه اینه که اگر اسرائیل راضی به آتش بس بشه، اگر راضی به آتش بس نشه، نه جمهوری اسلامی تونسته مهرش رو بچینه، نه تاس جو بایدن تونسته بشینه، نه چون الان که محور فیلادلفی بخش زیادیش تخریب شده، حتی دروازه رفح هم که با بولدوزر زدن صاف کردن دیگه. یعنی تقریبا میتونم بگم 100% نه، ولی همه اینها بر پایه اینه که اگر توافقی برای آتش بس صورت بگیره، که این خیلی زیره اگر حماس، به خاطر اینکه حماس نداره اون گروگان ها رو که بخواد برگردونه، تعداد بسیار زیادشون کشته شدن و میدونه که اگه بیاد اعلام میکنه بگه حالا این 126 نفر 6 نفری زنده مونده به این آتش بس، قاعدتا این آتش بس انجام نخواهد شده، در ازای آزادی گروگان ها انجام میشه که چیزی از گروگان ها باقی نمونه. حالا اینا به دروغ میگن ما نمیدونیم که اینا کجان، ولی چیزی نمونده، تقریبا نصف بیشتر غزه رو شخم زدن اونجایی که اینا بودن، تقریبا تعداد زیادی از اینا نمیتونه مخفی مونده باشه. اینو خود اسرائیل هم میدونه، بارها تو جراید و تو رسانه‌هاش هم گفتن که امیدی ندارن که تعداد زیادی از اینا زنده مونده باشن. اگه قرار باشه اینا رو با اجساد و غیره بخواد تاق بزنه، من بعید میدونم که اسرائیل حاضر بشه تا اینجا که پیشروی کرده و اینا رو گوشه رفح حالا اون پایین گیر انداخته، بخواد حالا برگرده یه فرصت بده که اینا دوباره بتونن بازسازی کنن، دوباره تزریق پول بشه و بتونن برای نقشه تروریستی بعدیشون دوباره نیرو جمع بکنن. این به قول طرف میگفت ما رفتیم ماشین بخریم، سر یه کلمه معاملمون نشد. یارو میگه خب این یه کلمه چی بود؟ میگه یارو گفت پول، ما گفتیم نداریم. این نقشه که جمهوری اسلامی داره میکشه و حالا آمریکا هم داره حمایت میکنه، که مدت ها سر اینجور چیزا همیشه این دوتا توی یه مسیر بودن، یعنی جو بایدن کابینش همین بود که آقا بشینید دعوا نکنید، هر دو طرف هم سواری میدم من، از این ور جمهوری اسلامی، از اون ور حالا به اسرائیل کمک مالی میکنه. ولی بستر اصلی اینه که اصل داستان آزادی گروگان هایی که حماس اینها رو در اختیار نداره و تعداد بسیار زیادشون کشته شدن، و اگر به حال این آتش بس انجام نشه، این داستان میراحتی تموم شدنی نخواهد بود. ببینید حرفتون درسته، اما هر توافقی، هر آتش بسی میتونه توافقش امضا بشه برای یه اهداف دیگه، بعد این به هم بخوره، یه طرف یه موشکی میره از این ور اون ور میره، بازی به هم میخوره. برای همینه که من گفتم که جمهوری اسلامی ایران، یعنی این حاکمیت قاصب در کشور ما، فقط این نیست که مثال اون رو زدم، گفتن که گفت رفیق امان از رفیق بعد، اما زغال خوبم بی تأثیر نبوده. به همین دلیل گفتم اخباری درس کرده که آمریکا به ایران پیشنهاد داده در صورتی که به اصطلاح رادیو فرانسه هم این گزارش رو داده که در صورتی که ایران دست در برداره از حمله به اسرائیل، ایران بخش امریکا بخشی از تحریم ها رو حذف میکنه. به هر حال ظاهرا این پیام به ایران داده شده و آقای پزشکی، رئیس جمهور هم، آقای پزشکیان هم ظاهرا توضیحی که داده تو جلسه دیشب شورای عالی امنیت ملی، گفته که ما هم به امریکایی‌ها گفتیم که در واقع حق خودمون رو محفوظ نگر می‌داریم برای زمان مناسب، وقت گل نی، اما حاضریم که وقت گل نی، بله، این رو بپذیریم.
آیه مهتدی اگر که امکان داری ما تو سرعت رو بیشتر بکنیم چون زمان زیادی نداریم تا انتهای برنامه تقریبا فکر کنم 10 تا 12 دقیقه وقت داریم، یه سری از این نمودهای مشخصی که در رابطه با دخالت این مافیای شرق در رویدادهای بین المللی هست رو بیشتر اگه بتونیم بهش بپردازیم، اتفاقاتی که در این مدت اخیر شاهدش بودیم، بحث‌های مختلفی که در قالب شورش‌ها در قالب واقعا اسم این اتفاقی که در بنگلادش داره میفتم خیلی نمیشه شورش غیر از شورش چیز دیگه گذاشت، خیلی شبیه انقلاب نیست با توجه به فجایعی که الان داره اونجا از لحاظ اتفاقات ضد انسانی اتفاق میفته خیلی ما رو نگران میکنه و ما رو یاد روزهای بسیار تلخ شورش 57 میندازه. اگه بتونیم یه مقدار سرعت رو بیشتر کنیم اون سمت بریم ممنون میشم. ببینید ما قبلا در توضیحات عملکرد این مافیا گفتیم مافیا بحران ایجاد میکنه تو جوامع و در بحران ها نیروهاشو جابجا میکنه. اولا انسان جابجا، انسانی که ببینید کسانی که همیشه به تغییر و تحول و انقلاب میاندیشن میگن کسانی هستن که یا جوونن یا از یک جایی به جای دیگه ای وارد شدن. اگه جوونن برای اینکه تعلقی ندارن، یارو مثلا جوون زن و بچه نداره، خیلی وابستگی نداره، یا از جامعه کنده شده ریشش اومده توی جامعه دیگه. این که یکی از مباحثی که در مهاجرت ها هست به کشورهای غربی همینه. خب یارو رو از سومالی میکنه میارتش تو امریکا چون ریشه نداره یارو دیگه، از ریشش کندتش، حالا تو خاک جدید که میخواد بکاره خاک جدید پر از سموم افراطی‌گری است. ماجرای در واقع بنگلادش که دقیقا در مسیر عمل کرده همین مافیاست، از کشتار مسلمانان در میانمار شروع شد. آقای متقی، مسلمانای میانمار یه بخششون در جنگ‌های افغانستان شرکت داشتن، اینا بر میگردن به میانمار و شروع میکنن به تزریق این تفکر افراطی‌گری. مسلمانای میانمار شروع میکنن به کشتارشون و جوامع اسلامی جیک نمیزنن. اینا به کجا مهاجرت میکنن؟ به بنگلادش. توی این مهاجرین سربازان مافیا هم بودن، همینطور که همه جا جابجا میکنه یه تعدادی نیروهای سازمان داده شده برنامه دار و اعزام، از اونجا ماجرای بنگلادش در واقع شروع میشه. حالا برای اینکه یه ذره در واقع به این قضیه ببینید، همه در همه مسیرهای مافیا این روش رو استفاده کرده، ببینید در کشورهای اسلامی. برای همین هم جمهوری اسلامی راجع به کشتار میانمار هیچ یقه ای پاره نکرد. چرا راجع به فلسطینی میکنی، راجع به میانمار نمیکنی؟ مسلمون مسلمونه دیگه. در مورد چین هم همینطوره، در مورد اورورای چین هم جمهوری اسلامی تا حالا یک کلمه هم حرف نزده. بله دقیقا. امروز این جا به جایی سرباز، من اینو به عنوان مصداق عینی میگم، بعد میرم سر بنگلادش، در کشور ایران داره اتفاق میفته. هموطنان عزیز ما، من میخوام توجه داشته باشن به این نکته. افغانی ها به جز اونایی که توسط داخل جذب شدن تو نقصا و فاطمیون و غیر و ذالک اعزام شدن، 50,000 نیرو بردن، نیروی پاکستانی افغانی بردن توی سوریه، بردن تو عراق، 50,000 نیرو مفقود شد تو عراق، بعد یه دفعه نیروها سر در آوردن که رفتن سوریه بی‌نام و نشان و به عنوانی که میخوایم به کشاورزای محلی در واقع کمک بکنیم، در حالی که دارن منطقه ابوکمال رو تصرف میکنن این نیروها، یعنی بخشی از دیر و زور رو دارن از سوریه جدا میکنن، میگیرن دستشون که برای این یکی از نیروهای افغانی که دارن به داخل ایران، غیر از اونا که جذب شدن تو سیستم دارن داخل ایران وارد میشن، اینا سربازای همون مافیان. هموطن عزیز، ما گفتیم برای ثبت در تاریخ عراقیایی که میان سرزمینای خوزستان و زمینای مرغوب خوزستان رو خریدن و خوزستانیا رو مجبور دارن میکنن الان مهاجرت بکنن، اینا همون سربازای مافیان. اینا استراتژی است که مافیا
به کار میگیره برای اینکه میخوان هر جوری شده این سرزمین ثروتمند رو به عنوان پایگاه خودشون حفظ بکنن. خب اینا همه ریشه در یک تفکر داره. شما میبینید در ماجرای پاکستان، خب چون بنگلادش بخشی از پاکستان بوده، پاکستان شرقی بوده دیگه، در ماجرای پاکستان یک کسی به نام مودودی که اونم دقیقا تحت تأثیر سید قطب و سید جمال الدین بوده، یه حزبی درست میکنه به نام همین حزبی که امروز تو بنگلادش متولی این به اصطلاح اعتراضات. بله، آقای مودودی میگه خواهان بازگشت به سنت‌های اسلامی و اسلام راستین بود و عقیده داشت که اسلام به عنوان دینی متمدن در صورتی موفق می‌شود که مسلمانان موانع موجود بر سر راه رشد فرهنگ و سنت اسلامی را از میان بردارن. یادتونه تفکرات سید قطب رو خوندیم که اینا همه جاهلی است و این کار جز با بازگشت به قرآن میسر نمی‌شود. سیاست‌ها باید در جهت ایمان اسلامی باشد و تأسیس دولت اسلامی. خب سه شب سه بار امشب ما در سه نمود تفکری راجع به این صحبت کردیم. می توانند حلال تمام مشکلات مسلمانان باشد. سید قطب چی گفت؟ خامنه ای گفت، سید قطب گفته یک حاکم، یک حکومت اسلامی باید تشکیل بشه دیگه. مودودی هم دقیقا داره همینو میگه، تأسیس دولت اسلامی می تواند حلال تمام مشکلات مسلمانان باشد. در تفکر مودودی که جماعت اسلامی بر اون استواره، جماعت اسلامی پاکستان، مذهب و سیاست با یکدیگر آمیختند. سیاست ما عین دیانت ماست. این کلمات تو گوش هموطنان عزیز ما هست. در واقع مودودی اسلام رو بر نظام سیاسی اسلام رو مبتنی بر سه اصل اعلام میکنه: توحید، رسالت و مبتنی بر قرآن و سنت. راجع به این مفصل صحبت خواهیم کرد، اما من میخوام برگردم یه ذره به عینیتش. ببینید زمانی که همین مودودی در واقع رهبری ایدئولوژیکو میکرد برای جدایی پاکستان از هندوستان، همین جماعت اسلامی در واقع داعش اون موقع بود. شما میبینید که در ماجرای بنگلادش، زمانی که بنگلادش سعی کرد، برای که 1600 کیلومتر از پاکستان فاصله داشت و پاکستانی ها در واقع دست پایین نگاه میکردن به بنگلادش، شما میبینید که ارتش پاکستان و نیروهای جماعت اسلامی دنبال چی بود؟ جماعت اسلامی تأسیس دولت اسلامی طبق فرمایشات حضرت آیت الله سید قطب. یک گروه شبه نظامی اسلامگرای بنگلادشی بود، یعنی بنگلادشی هایی که همون جماعت اسلامی، جذب جماعت اسلامی بودن، که منجر به مرگ 300 هزار تا 3 میلیون نفر شد. یعنی کسانی که خواهان جدای بنگلادش بودن، جماعت اسلامی، این ریشه های نفرت از اونجا میاد. همچنین به 200 هزار تا 400 هزار زن بنگالی نیز تجاوز شد. دلیل عمده آن این بود که علمای اسلامی گروه جماعت اسلامی زنان بنگلادشی را دارایی عمومی اعلام کردند. در جریان این نسل‌کشی حدود 8 تا 10 میلیون نفر که بیشتر آنها هندو بودند به کشورهای هند فرار کردند. یعنی الان شما اگه میبینید میریزن خونه‌های هندو رو آتیش میزنن، دارن نابودشون میکنن، تجاوز میکنن، میکشن، این امروز نیست. این یک ریشه تاریخی داره و برمیگرده به همون تفکرات افراطی گرایانه اینها. در حال الان عملا هم دارن دستکشی میکنن، هم دارن خالص سازی میکنن دیگه، دارن سعی میکنن که مثلا غیر مسلمون دیگه نمونه، دیگه همه بشن سرباز. بله، برای همینه که شما میبینید وقتی شیخ مجیب الرحمن حکومت در واقع جمهوری خلق بنگلادش رو درست کرد، اینها دوباره قیام میکنن علیه شیخ مجیب الرحمن و در سال 1975 آقا رو ترور میکنن و جنرال ضیاء الرحمن به قدرت میرسه و اون یه اصلاحاتی میکنه
برای اینکه فشار زیاد بوده برای تشکیل کشوری اسلامی. خود اینم ترورش میکنن برای اینکه میگفته کشور اسلامی، نمیگفته حکومت اسلامی. به هر حال در سال 1986 حکومت نظامی ملغا میشه، اصلاحاتی در قانون اساسی دولت غیر نظامی زمام امور به دست میگیره، اصلاحاتی در قانون اساسی شکل میگیره. بعدش این آقای ارشاد متهم به فساد میشه و نهایتاً حزب ملی بنگلادش به رهبری بیوه ضیاءالرحمن برنده انتخابات چند حزبی میشه. ولی هرگز گروه های اسلامی به ویژه در واقع این حزب آقایی که مودودی که سابقه طولانی دارن در کشتن بنگلادشی ها، یعنی جماعت اسلامی، دست از تلاششون برای رسیدن به این هدفشون بر نمی دارن. که خروجیش هم میشه همین اتفاقی که این روزها شاهدش هستیم. آقای مهدوی در حد 3 دقیقه فرصت داریم، ممنون میشم یه جنبندی بفرمایید تا ادامه بحث ان شاء الله هفته دیگه داشته باشیم. بله هموطن عزیز، مرحوم محمد رضا پهلوی گفت اگر من بروم ایران میرود، اگر ایران برود خاورمیانه میرود، و اگر خاورمیانه برود جهان وارد دوران وحشت بزرگ خواهد شد. هموطن عزیز، آیا میبینید که جهان به تمام معنا داره وارد دوران وحشت بزرگ میشه؟ شده، ولی داره وارد این وحشت بزرگ میشه. این سیر ورود به دنیای وحشت بزرگ رو شما میتونید فقط برگردونید. شما مردم شریف ایران، قدم‌های مبارک شما کف خیابون میتونه این دوران وحشت بزرگ رو، فیلمشو برگردونه، میتونه خاورمیانه رو به ثبات برسونه، میتونه ایران رو به جزیره ثبات خاورمیانه تبدیل بکنه. هیچ راه دیگه ای نیست. شما نه تنها مأموریت دارید برای نجات وطن و خودتون، برای جلوگیری از تصرف بیش از این وطن، برای نجات وطن از اشغال حرکت بکنید در زمان سعی خودش. شما امروز نجات جهان، مسئولیت نجات جهان رو دوش شماست. لطفاً به این ماجرا حساس‌تر نگاه بکنید، با یک چشم باز بخوابید، یک کفش دم در داشته باشید و گوش به زنگ باشید. اتفاقات بزرگی در راه است. همراه شو عزیز، تنها نمان به درد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشه. بسیار هم عالی، سپاس دارم از شما جناب آقای مهدوی که باز هم دعوت منو پذیرفتید و به روایت نو اومدین. امیدوارم که بتونیم بحث بسیار بسیار مهم رو در هفته های آینده با هم دیگه ادامه بدیم. ممنون از حضورتون، به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. بدرود، به امید درودی دیگر. و ما تشکرم میکنم از شما هموطنان عزیز که بیننده روایت نو بودید. این بحث بسیار بسیار مهم رو سعی میکنیم در هفته آینده هم با همدیگه ادامه بدیم تا بتونیم به یک جنبندی بسیار خوب و مناسب برسیم و بتونیم یک دیدگاه کلی و مهم در رابطه با اتفاقات این، به هر حال اتفاقات امروزه دنیا، اتفاقاتی که فکر کنم تا چند دهه دیگه آثار پروانهش رو بتونیم ببینیم، تصمیمات و برنامه هایی که سالیان قبل برای دنیا کشیده شده، نه توسط فراماسون ها، نه توسط بیلربرگی ها، بلکه توسط جماعتی رادیکال اسلامی که تصمیم گرفتن دنیا رو اینگونه فتح کنن. برای فتحش لازم بود ابتدا به آتش بکشن، تخریب کنن، مردم فراری بشن تا بتونن سرزمین سوخته رو تصاحب کنن، بلکه بتونن بیشتر و بدتر تخریبش کنن. ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودی. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.